با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید در این برنامه. دشمنان مردم بیچاره یا حریفان قابل مذاکره؟ چرا فرماندهان نگران تهدید طالبان و ارک خوشبین گفتگو با طالبان است؟ از اعلامیه رهبر طالبان مولا محمد عمر آخوند ابراز امتنان میکنم. ما اونی اولی نفس جمهوری و با همسنگر از این مصطفی محقق یک جا در تصفیر تایر گناه به دست ما میرسن آمدگی داشته باشه و با این مرستن کوری مردمان سوال مفتیر ساچه تا سال و وحده در مردم خود پیام داشته. آنگلا مرکل زیر بمباران انتقاد شبکه‌های اجتماعی به خاطر به گریه انداختن دختر فلسطینی. به نام خدا و عیدتان خوشسته باد. همزمان با امتنان رئیس جمهور غنی از پیام ایدی مولا محمد عمر رهبر طالبان، سه فرمانده ارشد شمال برای سرکوب طالبان آستین بالا زدند. رئیس جمهور غنی در پیام ایدی اش گفت: من از اعلامیه رهبر طالبان مولا عمر آخوند ابراز امتنان میکنم که مذاکرات را راه حل دانستند. به تازگی نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان گفتگوهای مستقیم انجام دادند و قرار است تا دو هفته دیگر دور دوم این مذاکرات آغاز شود. اما محمد محقق معاون رئیس اجرایی میگوید در دور نخست چنانچه که من شنیدم تا اندازه گپهای خوبی گفته نشده است. اما خوشبینی ارگ برای گفتگو با طالبان متفاوت تر است از نگرانی فرماندهان از تهدید این گروه در افغانستان. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ از ائتلاف جدید برای سرکوب طالبان در شمال خبر داده و گفته است که با ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور و محمد محقق معاون ریاست اجرایی یک جا در برابر هراس افغانان مبارزه می کنند. اما چرا ارگ خوشبین گفتگو و فرماندهان نگران تهدید طالبانند؟ انجینیر محمد عاصم والی پروان برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای عاصم. شما که در دور نخست گفتگو با طالبان در پاکستان شرکت داشتین، بفرمایید در این نشست واقعا چه چیزهایی گذشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با استفاده از این فرصت پیام تبریک خدا به تمام هموطنان عزیز به مناسبت عید سعید فطر تقدیم میکنم. ثانیاً در رابطه با بحث پایان دادن به جنگ و درگیری در کشور از طریق تفاهم و گفتگو و مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان سال هاست و دولت وحدت ملی افغانستان به خصوص ماه هاست که به دنبال این بحث تلاش دارند، سعی کوشش جریان داره که اگر راهی از طریق تفاهم و گفتگو برای بحث پیدا شد. به اساس این تلاش ها و برنامه که دولت افغانستان روی دست داره زمینه بالاخره فراهم شد که مخالفین مسلح سرانجام به صورت علنی و رسمی حاضر شوند به پای میز گفتگو با جانب دولت افغانستان و این مذاکره برای اولین بار به صورت رسمی و علنی بین دو طرف در اسلام آباد آغاز شد. یقینا در هر مجلس اولی و ابتدایی طبیعتا روی بحث‌های اصلی و محورهای اصلی که مذاکره بالاخره روی از او باید به نتیجه بشینه طبعا پرداخته نمیشه. اساسا و معمولا میباشه که روی مسائل ابتدایی و مقدماتی و برای از اینکه هر دو طرف بتانن حسن نیت خود را برای ادامه مذاکرات و گفتگوها حفظ بکنن و ترغیب شود طرفین برای از اینکه بتانن گفتگوها را ادامه بدن و در مورد آجندای مورد بحث در نشست های یک پشت دیگه توافقات را اگر حاصل کرده بتانند و مهمترین بحثش هم شاید امی بوده باشه که بتانند این مذاکره را روندش حفظ بکنند و ادامه بدن. ولی چی چیز گذشت مخصوصا از جانب طالبان در این مذاکرات؟ کیا شرکت داشتن و حرفشان چی بود آقای عاصم؟ هیئت بلندپایه رهبری طالب ها از شورای کویته و مجموعه هایی که اونا هستن همینطور که عنوان میشه همه در این نشست به نمایندگی از اونا حضور داشتن. من عرض کردم که
در این نشست به اساس کوشش‌هایی که صورت گرفته بود و از جانب کشورهایی که در این نشست ناظر بودند، مخصوصاً کشور چین، کشور پاکستان و ایالات متحده، هم زمین سازی و تسهیلات لازم به سهم خودشان هر کدام انجام داده بودند که یک چنین نشست مهم صورت گرفت برای اولین بار. و در اینجا ما البته بحث‌های روی چگونگی صلح صورت گرفت. ولی اونجوری که شنیدین پیشتر هم گفته شد در خبر که آقای محقق معاون رئیس اجرایی گفته در دور نخست چنانچه من شنیدم تا اندازه گپ‌های خوبی گفته نشده. شما که شرکت داشتین چی است معلوماتتان؟ بزرگان و رهبران نظام طبعا برداشتای اونا قابل احترام است، ولی در هر مذاکره و در هر یک چنین بحث جنجالی و پرپیچ که در رابطه با یک جنگ چندین ساله میخواین شما وارد بحث و گفتگو شوین، در اولین نشست معمول شاید می باشه که انتظار نمیتونیم داشته باشیم که در اونجا سخنان بسیار به اصطلاح دلخواه گفته شود و یا ما بحث های کلیدی را بتونیم در موردش متمرکز صحبت کنیم. اونجا طالبان چی میگفتن آقای عاصم؟ محور اصلی بحث طالبان در نشست پاکستان چی بود؟ طبیعتا اونا دیدگاه خودشان به ارتباط از اینکه چگونه از طریق صلح اونا بتونن به اهداف خودشان برسن، اونا تعبیرات و توجیهات خودشان در این نشست داشتن. طبعا هیئت دولت به اساس پالیسی که دولت ما داره و مشوره هایی که نزد هیئت وجود داشت از طریق رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ما بتانیم این روند گفتگوها را حفظ بکنیم، گفتگو همینطور که آغاز شده برای اولین بار، اجازه اگر بتین، همینطور که گفتگوها برای اولین بار آغاز شده چگونه بتانیم که ای را ادامه بتیم. ولی مردم در کابل سوال دارن در مجموع افغانستان که نفس این گفتگو وقتی برای مردم مهم است که شما دست طالبان را از حملات قطع بکنین، در حالی که طالبان هر روز مردم را میکشند در افغانستان، این نشستن در پاکستان چه نفعی داره برای مردم افغانستان؟ پایان یک جنگ چندین ساله با یک گروه مسلح مخالف، ولی این جنگ که پایان نیافته، عرض میکنم سالها را در بر گرفته باشه، طبیعتا زمانی که طرف حاضر میشه که مشکل خود و این جنگ را از طریق گفتگو پایان بده، شما در یک نشست و در اولین نشست نمیتونین کدام نتیجه ملموس را علل فور مرتب بکنین روی گفتگوها و او را به مردم اعلام بکنین. طبیعتا ولی این کار که یک شبه نشده، شما از منتقدان روندی بودین که آقای کرزی پیش میبرد به نام گفتگوهای صلح با طالبان که در آخر هیچ نتیجه هم نداشت. یکی از دلایل انتقاد ما در او زمان همی بود که حکومت افغانستان یک بساط کلان را، یک تلاش وسیع ملی و بین المللی را برای انداخته بود، در شرایط کنا برای گفتگو با دولت حاضر نبودند. حکومت وحدت طالبان در حال حاضر هستند برای گفتگو؟ یعنی حکومت این گفتگویی که خواست مردم افغانستان باشه و هدفش هم تامین صلح در افغانستان؟ قطعا، یعنی حکومت وحدت ملی بزرگترین موفقیت که تانست به دست بیاره این بود که با اون مذاکراتی که نتیجهش معلوم نبود، طرفش معلوم نبود، با او تانست که واقعیت ببخشه، یعنی جنای مسلح مخالف را بالاخره با پای میز مذاکره آوردن و آغازی که آل روی دست گرفته شده و یا شروعی که فعلا صورت گرفت در اسلام آباد، امیدوار هستیم که انشاءالله این منتج به قطع جنگ در افغانستان شوه و این مذاکرات نتایج را در پی داشته باشه که از این طریق بتانیم جنگ و خونریزی در افغانستان پایان پیدا بکنه، افغانستان به یک خانه امن و صلح بدل شوه. ولی بسیاری ها میگن که حکومت وحدت ملی در یک دام تازی پاکستان افتیده، با این معنا که از یک طرف برخی نماینده های طالبان را بالای میز مذاکره آوردن، از سوی دیگر گروه به نام داعش را در افغانستان تقویت میکنن از پشت سر. این طبیعی است که مردم میتونن پیشبینی های خوشبینانه داشته باشند و برداشت های بدبینانه داشته باشند. ما به هر صورت نسبت به یک چنین روند یا نسبت به یک چنین قضاوت هایی نباید چیز شویم، دست پاچه شویم. ولی این قضاوت هست فکر میکنین یا واقعیت این که داعش را در افغانستان پاکستان تقویت میکنن؟ فکر میکنم که معقول و منطقی است که ما کوشش بکنیم، سعی بکنیم که از طریق
ادامه گفتگوها جنگی را که با جانب مقابل جریان داره به صلح مبدل بکنیم و سرانجام خونریزی در افغانستان قطع شود. شک در این نیست که جریانات دیگیم تحت عنوان داعش اینا ممکن است که در بعض از کشورها شکل گرفتن، در افغانستان هم اونا تلاش های خود دارن، عناصر و عواملشان تلاش میکنن، در بعض نقاط به اصطلاح علم و بیرق خودم بالا کردن. شما میگین که این دست پاکستان هست واقعا پشت سر این گروه در افغانستان؟ ولی به هر صورت تا هنوز اینطور به اصطلاح سند و مدرکی که داعش را کی به وجود آورده یا کی حمایت خواهد کرد، کی پشت سر داعش هست، تو یک چیزی در اختیار دولت افغانستان که انگشت گذاشته شود به طرف این یا آن، تا هنوز یک چنین سند و مدرکی وجود ندارد. این که برخی از رده های بلند حکومت میآیند و به نحو انتقاد میکنن از روند صلح، به این گفتگو به معنای چی است؟ واقعا چرا یک صدا وجود نداره در این؟ تا هنوز ما انتقاد را از روند صلح، مثلا آقای محقق را حرفایش را شنیدین امروز؟ جناب آقای محقق توضیحاتشان عرض کردم که قابل توجه است. بله، خب ایشان که معاون رئیس اجرایی است. بله، ولی این اولین نشست است. در اولین نشست یقینا او سخنانی که یا او موضوعاتی که بالاخره بتونه روش بسیار حساب باز کنی، اولا که و اساسا مطرح شده نمیتونه، دوم به میان آمده نمیتونه. چرا حکومت افغانستان از موضع قوت و قدرت وارد چنین گفتگوهایی نمیشه؟ شما ظاهرا منظور شما از قوت و قدرت چی است؟ این که دست پاکستان و یا طالبان گرفته شو از این که این عملات لااقل برای به عنوان پیشرفت متوقف شود در افغانستان بد بینشینیم. یعنی دولت افغانستان بعد از کوشش های زیاد، دولت وحدت ملی بالاخره موفقیت بزرگی را واقعا به دست آوردن که طرف مقابل را با پای میز مذاکره کشاندن. حال مذاکره شروع شده، میریم به طرف از اینکه از طریق مذاکرات راه را باز بکنیم برای قطع جنگ و درگیری و خونریزی در کشور. ای در اولین نشست و برای اولین بار یک چنین بحث در هیچ جای دنیا و در هیچ موزله صورت نگرفته و عملی هم شاید نباشه. تجربه حکومت گذشته را دارین؟ حتی دکانداری از کویتی پاکستان آمد حکومت را فریب داد و پولهای زیادی را هم گرفت دوباره رفت. از این بحث ها زیاد تکرار شد. چه تضمینی وجود داره که این بار صداقت وجود داشته باشه سوی پاکستان و یا طالبان؟ من فکر میکنم که اگر دنبال قیاس با مع الفارق بریم، فکر میکنم از اصل موضوع دور میشم. ولی کار تجربه 13 ساله رو شما پیش روی تان دارین، کاری را که آقای کرزی دنبال کرد و در اخیر خودش اعتراف کرد که خب آقای ربانی شهید شد و مذاکرات هم نتیجه نداشت و پاکستان هم نمیخواد صلح بیاید. ببینید که تفاوت در کجا است. دولت وحدت ملی افغانستان بر اساس یک آجندا به صورت بسیار روشن، به صورت رسمی و علنی مخالفین مسلح را با پای میز مذاکره در حضور کشورهای مقتدر بین المللی با عنوان ناظر کشانده و در اونجا همه چیز علنی و رسمی صورت میگیره. ما کدام تلاش پشت پرده مثل حکومت گذشته در تاریکی کدام قدم بر نمیداریم. ولی برنامه حکومت افغانستان روشن نیست برای گفتگو با طالبان. چی است برنامه که حکومت داره برای گفتگو با طالبان؟ آغاز مذاکرات، کشاندن مخالفین مسلح با پای میز مذاکرات. این که نحوی مذاکره است، برنامه‌ای که برای مذاکره داره. آغاز مذاکرات برای ازی و ادامهش به خاطر رسیدن به صلح و تفاهم، به جای ازی که سرنوشت از طریق ادامه جنگ و از طریق درگیری رویارویی حل شوه، میخواهیم از طریق گفتگو و مذاکره حل شوه. برای این مذاکره دولت افغانستان برنامه مدون خود، پالیسی و استراتژی خود را داره. این برنامه را که مردم نمیدونن. میدونن. حالا موقف حکومت در برابر طالبان چی است؟ واقعا شما به یک سوال پاسخ بدین که طالبان برادر هستند برای سران حکومت وحدت ملی؟ بازم عرض کردم که ما به او تعبیرات و اون تعبیرات وجود داره. آقای غنی طالبان را برادر خطاب میکنه، میگه این یک مشکلی است که میان دو برادر وجود داره جنگ افغانستان. اما ظاهرا آقای عبدالله که هنوزم موافق با این حرف نیست. یعنی به هر صورت ما دنبال به اصطلاح حقیقت موضوع و واقعیت موضوع باید باشیم. ای که تعبیرهایی به کار برده میشه، اصطلاحات یگان وقت به کار برده میشه، او ارتباط میگیره به اون سیاق بحث یا صحبت یک کسی که به ارتباط موضوع اونا میخواهند که مخاطبی دارن و توضیحات داشته باشن. ولی اصل مسئله ده ایست که دولت افغانستان واقعا بر اساس برنامه‌ای که روی دست دارن قدم بسیار مهم و امیدوار کننده را موفق شدن که بردارن و این اولین گام
اگر ما واقعا از درایت و کفایت لازم کار گرفته بتونیم، واقعا دولت افغانستان با داشتن موقف واحد و موضعی به اصطلاح واحد و با قوت شکل پیش بروند، یقینا چنین چیزی فعلا الحمدلله وجود داره. اگر ما بتونیم، حالا موضعی واحدی وجود نداره در مورد گفتگو با طالبان، امین ائتلافی که میان آقای نور جنرال دوستم و آقای محقق شکل گرفته نشان دهنده این است که این فرماندهان از آنچه که ارک میخواهد در گفتگو با طالبان دیدشان متفاوت است. این اختلاف در رابطه با تلاش های صلح نیست و اختلاف در سطح حکومت هم نیست. ببینین قطعاً که در اون اگر شما اجازه بدین، جنگ جریان داره تا زمانی که بالاخره ما در نتیجه ادامه گفتگوها در روندهای بعدی طرفین به این توافق نرسند که آتش بس صورت بگیره، جنگ قطع شوه، این به پیشرفت مذاکرات و توافق دو طرف به اصطلاح تعلق داره که ما شروع کردیم. اما به خاطر از اینکه جنگ واقعا بی‌رحمانه ادامه داره، رهبرای دولت، شخصیت‌های مهم در کشور تا او وقت مکلف هستند که برای دفاع از کشور هر نوع تدابیری را بگیرند، هر نوع به اصطلاح پیش‌بینی‌های خود را داشته باشند و آمادگی‌های قبلی خود را. امروز ضرب المثل است که با توکل زانی اشتر ببند. این تلاش‌های بسا از رهبران اگر بین شخصیت‌هایی که شما نام گرفتین صورت گرفته، برای از اینکه جنگی که فعلا ادامه داره، ما نمیتونیم تا زمانی که صلح نتیجه نداده دست زیر علاشه بشینیم. باید حکومت و سران حکومت و رهبران تدابیر تدافعی خود را و قوای مسلح افغانستان داشته باشند. تا زمانی که از طریق گفتگو و مذاکرات ما به صلح نمیرسیم، جنگ ادامه میداشته باشد، ما تدابیر خود داریم، اونا تدابیر خود دارن. ولی به نگرانی این فرماندهان و مردم افغانستان باید پاسخ داده شود پیش از این که نشست حالا در هر جای از جهان صورت بگیره با طالبان. نگرانی ها برای دولت قابل درک است و قابل توجه است، ولی به هر حال حال یک آغاز خوبی بالاخره روی دست گرفته. ولی آیا کسانی که نگران هستند نماینده دارند در میزی که با طالبان حکومت میچینه؟ وقتی که ما بحث از دولت انجام میتیم، اینجا به اصطلاح اینا گروه ها و احزاب سیاسی نیستن. ظاهرا گروه ها و احزاب سیاسی هستن، چیزی که در افغانستان دیده میشه. این تعبیر بر صورت به کسانی که یک چنین برداشت می داشته باشن به اونا تعلق داره. ولی این موقف گیری ها عملا شما را نشان میده وقتی میان و ائتلاف شکل میتن سران حکومت؟ نه، چنین چیزی نیست. دولت افغانستان در کل، ولی ائتلافی که میان آقای دوستم، آقای عطا و آقای محقق شکل گرفته چی است؟ من عرض کردم که اینا جزء نمود تدابیری سران حکومت است که برای اقدامات پیشگیرانه از اینکه مخالفین مسلح بیشتر به اصطلاح مسبب خونریزی در کشور نشوند و این جنگ را بر مناطق امن کشور ما تحمیل نکنند، اونا مکلف هستند قوای مسلح افغانستان را و قوتهای دفاعی را به گونه به اصطلاح تنظیم بکنند، رهبری بکنند، در کنارش استاد شوند، صدای خود بلند بکنند که تا او وقت مخالفین نتانند در جریان مذاکرات هم به اصطلاح شاید اونا در این فکر باشند که برای از اینکه امتیاز بیشتر بگیرند در پایان مذاکرات جنگ را شدت ببخشند. از این خاطر حکومت تدابیر جداگانه خود را در کنار تلاش های صلح و در کنار کوشش برای صلح می داشته باشه و باید هم داشته باشه. حالا بر بگردیم به بحث پروان. شما به تازگی به سمت والی پروان گماشته شدین. یکی از خبرهایی که مسائلی که خبرساز شد، حمله بر انبار مهمات فرمانده جان احمد بود در پروان. شما آگاهی داشتین در مورد این حمله؟ اگر واضح تر گفته شود که حمله بر یکی از دیپوهای بجامانده از دوران جهاد، از سابق و از دوران مقاومت که مربوط یکی از فرماندهان مشهور جهادی در ولایت پروان بودن، معاون صاحب جان احمد خان، ای از طرف به اصطلاح آیسف صورت گرفت و موقعیت ای دیپو در توضیحاتی که رهبری ناتو را، معذرت میخوام، رهبری آیسف را، قماندانش را، ریاست جمهوری افغانستان و رهبری دولت خواسته بودند و در شورای امنیت ملی اونا توضیح دادند که اونا تشویش داشته از موجودیت یک چنین دیپوی بجا مانده از زمان گذشته
که در نزدیکی بگرام، چون عبدیبای یکی از قریه‌هایی است که در شعای نزدیک 15 کیلومتری بگرام قرار داره، اونا یک شعای امنیتی در پالیسی خودشان برای خودشان داره، به این دلیل اونا تشویش برشان پیدا شده ای عمل انجام دادن. البته شما در جریان بودین؟ تا جایی که اونا وضاحت دادن، نه ای که مسئولین پروان از والی شروع الی اخیر، حتی مسئولین دولت ما در مرکز هم در جریان نبودن. اونا به دلایل حفاظت از جان سربازان و افسران خودشان دست به یک چنین چیز زدن که از نظر شما حمایت میکنین و این تشویش نیروهای خارجی را به جا میدانین؟ این مربوط خود از اون است. در حالی که شما به عنوان والی پروان این حمله را چگونه میبینید؟ در حالی که اونا یک تشویش بیجا برشان ایجاد شده بود، مناسب نبود که اونا چنین یک کاری را میکردن. به خاطر از اینکه عرض کردم که این مهمات بجا مانده، کم و کسری که در اونجا بود، از دوران جهاد و مقاومت تا به امروز است. هیچ گونه ضرر و خطری از ناحیه از او نمتوجه به اصلاح امنیت دولت بود و نمتوجه از اونا. بیش از 13 سال چون این انباری وجود داشته. 13 سال نه، که شاید از سالها باید داره، بیش از 20 ولی سال. ولی سوالی که مطرح میشه که زمانی که شما به ولایت پروان گماشته میشین این حمله صورت میگیره، خب چرا حالا؟ بر صورتی مربوط از اونا است و جواب خودم به رهبری دولت افغانستان که قمندانشان احضار شد اونجا در شورای امنیت ملی، اونا توضیح خود دادن. یک نگرانی بیجا بود که بر از اونا خلق شده بود، در حالی که ضرورت به اکسیم چیزی هم در مطبوعات مطرح شد از این که گویا توطئه در کار بوده، احتمالاً گزارش های از درون حکومت باید داده شده باشه بر نیروهای خارجی، ورنه نمیتونن پیدا بکنن که خب در کدام روستای پروان در کجا انبار مهمات است. اگر می بود این گزارش ها پیش از این کاری میکردن. وقتی که یک اقدام به اصطلاح نابجا صورت بگیره، هر کسی کور انجام بوده، طبیعتاً تبصره های مثبت و منفی و مختلف در مورد صورت میگیره. این تبصره هایی بود که ما و شما برداشت های مردم خوده و آگاهان و غیر آگاهان مردم پروان را شنیدیم. بر صورت هر کس به تعبیر خودش یک برداشت خود داشته. تعبیر شما چی است؟ فکر میکنین از کجا نیروهای خارجی میتونن این اطلاعات را به دست بیارن؟ اونا وقتی که در افغانستان بیش از 14 سال از حضور دارن و مخصوصا یک پایگاه بزرگ و استراتژیک اونا در بگرام که مربوط ولایت پروان میشه اونجا دارن و نیروهای حدود 10,000 بیشتر و کمتر در اونجا فعلا مستقر است از اونا، طبعا اونا از چهار اطراف خود باید با خبر باشن و باید خبر داشته باشن. ولی چرا این با خبری سالهای گذشته صورت نگرفته؟ یقینا سوال ما منبی بود، اعتراض حکومت هم دولت هم می بود برشان که اگر از این ناحیه فکر میکنید توطئه در کار بوده آقای عاصم؟ به هر صورت اگر از جانب کدام شبکه می بود می گفتیم که توطئه، ولی چون به هر صورت نیروهای خارجی را انجام دادن که مستقر در بگرام هستند، در مورد این که اطلاعاتی که به این نیروها داده شده که شما میگین این تشویش و اطلاعات بیجا بوده، در مورد این فکر میکنین دستهایی در پشت صحنه بوده؟ نه خیر، فقط یک تشویش بیجا و یک تشویش به اصطلاح نادرسته که به اونا ایجاد شده بود، یک اقدام نابجا را اونا انجام دادن که طبعا حکومت ما را دولت ما را محکوم فکر میکنین چه کسانی این اطلاع را ما عرض کردیم که اونا شبکه های خود دارن و باید در ولایت پروان در همه جای افغانستان یه طور نیست اونا حضوری 14 سال داشتن و بیش از 160,000 در افغانستان. این است که در این 14 سال چرا کاری نکردن؟ دقیقا همین بحث است که حکومت سوال متوجه سان ساخت، ما هم این چیز برشان گفتیم، قماندان بگرام از زمانی که خواستیم همراهشان صحبت کردیم برشان گفتیم که اگر مشکل از این ناحیه وجود می داشت در طول 14 سال شما صدمه از او را ضررش می دیدن، در حالی که مشکل وجود نداشت. شما بیجا یک اقدام را انجام دادن که باعث نگرانی، تشویش و یک نوع ذهنیت منفی را در جامعه به وجود آورد، تا در رابطه با پرستیج حکومت هم سوالایی را در جامعه ایجاد کرد که این طور اقدامات نابجا درست نیست، در آینده اجتناب شود. سپاسگزار از شما انجینیر محمد حسین والی پروان، ممنون از حضور شما. و سپاس از شما هم که تالا با فراخبر بودید. در پایان یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدار. صحنه ای که آنگلا مرکل دختر نوجوان فلسطینی را که با خطر اخراج از آلمان روبروست به گریه انداخت در تمامی صفحات اجتماعی منتشر شده است. پاسخ سرد آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان
به یک دختر پناهجوی فلسطینی در بازدید از مدرسه در آلمان که به طور زنده پخش می شد، گریه این دختر و خشم هزاران مخاطب شبکه‌های اجتماعی را موجب شد. با گزارش ایرنا، شبکه‌های تلویزیونی یورونیوز و سی ان ان با نمایش صحنه‌های از این دیدار گزارش کردند. مرکل در جریان دیدار با گروهی از دانش آموزان 14 تا 17 ساله در مدرسه در شهر روستوک آلمان تحت عنوان برنامه زندگی خوب در آلمان، ناگهان با سخنان یک دختر نوجوان پناهجوی فلسطینی مواجه شد. ریم، دختر نوجوان فلسطینی، در این دیدار به زبان آلمانی از مرکل خواست تا به وی و خانواده‌اش که با خطر اخراج از آلمان روبرو هستند کمک کند. دختر نوجوان فلسطینی به نخست وزیر آلمان گفت مانند هر کس دیگری هدفی دارد و می‌خواهد مانند دیگران درس بخواند. اما این آزاردهنده است که شما شاهد آن باشید که دیگران چگونه از زندگی لذت می‌برند و من نمی‌توانم. مرکل پاسخ داد باید بدانید که هزاران هزار پناهجوی فلسطینی در اردوگاه‌های پناهجویان در لبنان به سر می‌برند و اگر ما به همه آنها بگوییم که شما می‌توانید به آلمان بیایید، دیگر نمی‌توانیم چیزی را مدیریت کنیم. این پاسخ دختر نوجوان فلسطینی را به گریه انداخت و نخست وزیر آلمان که تصور چنین چیزی را نداشت، برای دلجویی به سمت وی رفت. یورونیوز و سی ان ان در گزارش‌های خبری خود رفتن نخست وزیر آلمان را به سوی دختر فلسطینی دیرهنگام خواندند. شماره از کاربران اینترنت نیز از پاسخ نخست وزیر آلمان به خشم آمده و بر روی شبکه‌های اجتماعی به شدت از این سخنان مرکل انتقاد کردند.